عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت دوستان بسیار عزیز و ارجمند، دوستداران مولانا و دوستداران حقایق و معارف مثنوی. امیدوارم خداوند به همه ما توفیق بده که بتوانیم حداکثر استفاده رو از این منابع بسیار غنی ادبی عرفانی که در اختیار هست بکنیم و انشاءالله که بتوانیم انسانهای بهتری باشیم در این باره. من با اجازتون اسکرین شیرم رو آغاز میکنم و میرم توی برنامه کلاس خودمون از جلسه گذشته. خب ببینید، بله فکر کنم همینجا بود دیگه، اولین داستانی که هفته گذشته بحث کردیم، حکایت آن شخص که دزدان کوچ او را بدزدیدند و بر آن قناعت نکردند و به حیله جامعه هاشان را هم دزدیدند. نه داشته باشید که قصه کسی بود که یه قوچی داشت و بعد اون قوچش رو یه دزدی دزدید و سیمش رو برید و رفت. ایشون به اصطلاح دنبال قوچش میگشت، دزد رو نمیشناخته. یه نفر که همون دزده بود در واقع سر چاه نشسته بود و گریه میکرد، گفت جریان چیه؟ گفت یه همیان زر داشتم که مثلا 500 تا سکه توش بوده، افتاده تو این چاه قنات، اگه شما لط کنی بری درش بیاری 100 تاشو میدم به تو. این پیش خودش گفتش که به عجب معامله جالبی، 100 مثلا 100 تا سکه قیمت یه دونه شطوره، حالا ما یه قوش از دست دیگه یه شطور گیرون میاد. این فکر نکرد که این به قول معروف این بها برای اون خدمت اندک که وارد یه چای مثلا 5 متری 8 متری شدن و بعد یه دونه کیسه رو در آورده خیلی زیاده. اما طمع او رو گرفت، بعد لباسش در آورد که بره اون پایین. رفت اون پایین، آقای دزد گوسفندش که قبلا دزدیده بود لباسش هم دزدید و رفت. بعد مولانا میگه که طمع انسان رو نابود میکنه. حواستون جمع باشه، یکی از کارهایی که این دنیا برای ما انجام میده این هستش که طمع ما رو تحریک میکنه، یه آفرهایی رو به ما میده که انسانهایی که هاضم نیستن. هاضم یعنی انسانهای محتاط، انسانهایی که فکر میکنن و بعد تصمیم میگیرن. میگه هاضمی باید که ره تا ده برد، هضم نبود طمع تا اون آورد. دقت میکنی؟ یعنی طمع انسان رو دوچار طاعون میکنه و از بین میبره. خب یکی اینه میگه. بعد داستان اون پاسبانی رو میگه که مأمور شده بود که شب به اصطلاح مراقب باشه که چیز کاروان دزد نیاد، اموال کاروان نبره. ایشون بی‌توجهی میکنه، میگه میزنه میخوابه. وقتی که میخوابه به اصطلاح دزدان میان اموال کاروان رو میدوزن و بردارن میبرن. و حالا این صبح که بیدار میشه میبینه چه افتضاحی شده، شروع میکنه به چوبک زدن و به سر اون تبلش کوبیدن و داد و فریاد کردن که آی بیاین بیاشین، دزد اومده دزد اومده. اینا میان میگن که چی شد، اموال ما کجاست؟ که ولی شبونه دزد اومدن و با نقابم اومدن و منم نمیشستم ایشون رو و بعدم چاقو روی گلوی من گذاشتم، من نتونستم داد بیداد بکنم، حالا هرچی دلتون میخواد داد میزنم. که در واقع این داد زدنش بی ارزشه دیگه. بعد مولانا میگه پیش از آن که شکسته گردد کاروان، آن زمان چوبک بزن ای پاسبان. چون که عمرت برد دیو فاسحه، بی نمک باشد اعوذ باده. گرچه باشد بی نمک اکنون هنین، هست قفلت بی نمک در زان یقین. اینجا یه نکته هم پیش میبره، میگه که آقایان خانوما، کاروان عمر شما که حاصل عمر شما رو با خودش داره هم میکنه، این روز و شبایی که مثل شطور پشت سر هم قافله عمر شما هستن، باید مراقبش باشید. قبل از این که به پایان برسه باید حواستون جمع باشه که دوز اونها رو اموالتون رو نبره، دست آوردهای شما رو نابود نکنه. و اگر خوابت برد و دیو فازه دنیا در واقع اومد و اموالت رو دزدید و برد، به قفلت عمرت نابود شد، اون وقت دیگه هرچی گریه و زاری بکنی فایده ای نداره. اما
به هر حال ناامید نشو، سعی کن که از خدا استمداد بطلبی در هر زمان. خب این هم میگه. بعد یه داستان اون صیاد بود. داستان صیاد چی بود؟ میگه یه صیادی خودشو استتار کرده، گل و گیاه و این حرفا تو سر و کول خودش بسته و توی گیاهمیها خودشو پنهان کرده، یه دام گذاشته که پرنده شکار کنه. یه پرنده هوشمندی میاد اونجاها میچرخه، میبینه صحنه رو. تا صحنه رو میبینه، اتفاقا صیاد رو هم شناسایی میکنه، میفهمه که یه آدمه. برمیگرده بهش میگه جناب آقا شما اینجا چیکار داری میکنی؟ این میگه والا دیمیر خیت دیگه، آب ریزی. میگه والا بنده یک زاهد به اصطلاح از دنیا بریده ای هستم، اینجا در کنج عزلت با گل و گیاه و این حرفا دارم زندگی میکنم و مثلا دارم عبادت میکنم. میگه که خب این که تو خودتو از به اصطلاح مردم بریدی اومدی اینجا، این که اصلا با معیارهای اسلام جور در نمیاد. معیار اسلام میگه که برید نماز رو به جماعت بخونید، تو مسجد دور هم باشید، از هم عیادت بکنید، صله رحم به عمل بیارید، از همسایه با خبر باشید، تو مسائل اجتماعی کار و فعالیت بکنید. مثلا از این صحبت ها همش انسان رو به تجمع میخونه، برعکس ترحب که روحانیت باشه که کار مسیح است. اون میگه که آره ولی مردمان خوبی نیستن، من میخوام که خودم رو جدا کنم که سالم باشم. اون میگه که نخیر، این که تو خودت رو جدا کنی که مبارزه با نفس نیست، تو باید در جامعه باشی، اتفاقا با آدمای ناجور هم برخورد بکنی، اونجا اگه تونستی خودت رو حفظ بکنی و یا اونها رو هم اصلاح کنی کار درست انجام بده، وگرنه دور شدن از مردم که میشه پاک کردن صورت مسئله. و این صحبت ها بعد این جواب میده که بله ولی آدما همشون خوب نیستن، یه عده‌شون با آدم همراهی میکنن ولی بعد از پشت با آدم خنجر میزنن. بعد اونم میگه که نه، تو توکلت پس ضعیفه، اگه توکل داشته باشی نمیتونه به صلاح اتفاق بیفته. و بعد همین این بحثا پیش میاد تا اینکه مولانا میگه خیلی خوب، حالا دیگه من خیلی بحثای به اصطلاح چیز بین اینها رد و بدل شد و من دیگه میخوام کوتاهش کنم، نکته رو بگم که اون آقای اون جناب پرنده وقتی که دانه رو در داخل دام دید حواسش دیگه پرت شد، اومد برگشت به این گفتش که بگو ببینم که این چیز، این دانه ای که اینجا هست مال کیه؟ خب والا این امانت یه بچه یتیمیه که در اختیار من قرار گرفته و من ازش دارم نگهداری میکنم. اونم میگه که خب ولی من مسترم و به اصطلاح گرسنه هستم و بر من به اصطلاح حرام نیست وقتی که گرسنم یه دانه ای رو بخورم، اجازه دارم این کار بکنم. اونم میگه که والا اجازه که شما که خودت ماشاءالله فقیه و دانشمندی و کلی با ما بحث کردی، من توصیه‌م این هستش که در درجه اول نخوری، اگرم خواستی بخوری بعد ضمانت بدی و از این حرفا. بعد مرغ میگه که باشه و میاد و شروع میکنه به اصطلاح به قول معروف گندم رو خوردن. میگه مرغ بس در خود فرو رفتان زمان، توسنش سر بستد از جذب انان، پس بخور آن گندم و در فخ بماند، چند او یاسین و الانعام خوان. ببینید میگه که مرغ وقتی نتونست دیگه بر هوای نفس خودش کنترل داشته باشه رفت و دونه رو خورد، وقتی خورد دونه رو افتاد توی دام. بعد درماندن چنان افسوس و چه افسوس و چه آه، پیش از آن بایست این دوده سیاه. میگه ایشون رفت و حالا شروع کرد به به اصطلاح گریه‌زاری کردن. ولی یه نکته جالب، یه دیالوگ جالبی بین مرغ و اون فرد ظاهراً زاهدی که حالا خود رو به صورت زاهد درآورده به در واقع صیاده اتفاق میفته. میگه گفت آن مرغ این سزای آن بود که فصول زاهدان را بشنوند. میگه این حق اونایی است که اصلا این بحثی که الان با هم داشتیم میگه ببینید دیگه، یه عده خودشون رو زاهد کردن که مردم را بفریبند، یادتون باشه خودش رو زاهد کرده که مردم رو بفریبد. این اون مسلمان واقعی نیست که مردم رو میخواهد به صلاح و رستگاری هدایت کنه. این خیلی 180 درجه در اصطلاح تناقض هم کنه.
گفت زاهد نیست، سزای آن نشاف که خورد مال یتیمان از گزاف. میگه نه، این به خاطر گوش کردن به حرف زاهد نیست، بلکه به خاطر اون به اصطلاح آدم مجنون و چه میدونم طمعکاری است که به گزاف مال یتیمان رو میخواد بکنه، اون وقت گیر میاد. مولانا میگه که این دنیا، یادتون باشه، میگه این دنیا مثل اون زاهدی است، مثل اون صیادی است که خود رو به شکل زاهد درآورده است و برای ما دانه در دام این دنیا میذاره. فقط کافیه که ما بریم جلو، خودمون رو نتونیم کنترل کنیم، بریم خسته گرفتن اون دانه، اون وقت توی دام میافتیم. حالا بیا و درستش کن، هرچی هم گریه و زاری بکنی دیگه فایده ای نداره. بعد میگه که بعد از حالا این صحبت هایی که چیز میکنه مرغ بعد از گرفتار شدن در دام میکنه، در واقع سخنهای خود مولاناست که با مرغ همزاد پنداری میکنه. دقت کنید دیگه، بعد از آن نوحه‌گری آغاز کرد که فخ و صیاد لرزان شد زده، که از تناقض های دل پشتم شکست، بر سرم جانا بیا میمال دست. با خدا داره راز نیاز میکنه، خدایا من یک لحظه به خودم وا مگذار، همه جا پشت پناه من باش، اگه تو یک لحظه از من غافل بشی و من فقط مبتنی بر عقل خودم بخوام عمل بکنم و عنایت تو همراه من نباشه، من نابودم، از بین میرم. یه جای دیگه گفتم، میگه صد هزاران دام و دانسته خدا، ما چون مرغان حریص بی‌نوا، هر زمان پا بسته دام نوی، هر کدام گر باز و سیمرغ میشه. ما از گنجش هستیم، بعد میشیم چه میدونم قمری، بعد میشیم کبوتر، بعد میشیم چه میدونم قرقی، بعد میشیم شاهین، بعد میشیم عقاب، بعد میشیم سیمرغ. هی ما بزرگ میشیم و رشد میکنیم، عاقل‌تر میشیم، آگاه‌تر میشیم، اما دام‌های دنیا هم برای ما بزرگتر و گسترده‌تر میشه. بنابراین در هر لحظه ما نیاز داریم که عنایت خداوند همراه ما باشه. میگه زیر دست تو سرم را راحتی است، دست تو در شکر بخشی آیتی است، سایه خیش از سر من برمدار، بیقرارم بیقرارم بیقرارم، خوابها بیزار شد از چشم من، در غمت ای رشک سر و یاز من، عاشقم من بر فن دیوانگی، سیرم از فرهنگ و از فرهنگ. ببینید انکار میکنه عقل خودش رو، عقل انسان رو، میگه من میخوام دیوونه بشم، دیوونه ای که در زنجیر تو قرار میگیرد. دقت کنید، نه دیوونه ای که میبرنش تیمارستان، دیوانه ای که در زنجیر زلف یار قرار میگیره. میگه سیرم از فرهنگ و از فرزانگی، چون بدرد شرم گویم راز فاش، چند از این صبر و چون بدرد شرم گویم راز فاش، چند از این صبر و زهیر و ارتعاش، در حیا پنهان شدم همچون سجاف، ناگهان بچم ز زیر این لحاف. ز زیر این لحاف و کی بود؟ اون داستان دلقه کی بود که رفت زیر لحاف قایم شده بود، میگفت شه 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 شه، میگه حالا من از زیر این لحاف میام بیرون و فاش حرف میزنم. ای رفیقان، چیه مخواد بگه؟ اینه مخواد بگه، ای رفیقان راه ها را بس یار، آهوی لنگی و شیر شکار. میگه اون راه ها را بسته، اولا که راه ها را بسته راه فرار نده، دوم ما آهوییم در مقابل شیر، تازه آهو هم که هستیم آهوی لنگیم، نمیتونیم هم بدویم. اون کیه؟ شیر شکاره. یادتون باشه شیر یا شکاره یا غیر شکاره. یعنی چی؟ یعنی شیر وقتی که سیره، همه آهوها و حیات وحش میدونن که این شیر سیره، هیچ آزاری به هیچ حیوانی نمیرسونه، همونجا نشسته یا خوابیده یا قدر قدم میزنه اینور اونور. آهوها هم در فاصله 7-8 متریش احتمالاً گاهی اوقات نزدیک میشن، میان علف میخورن، البته چشمشون به شیره هست اما فرار نمی کنن، چون میدونن بهش کاری نه. اما وقتی که شیر میره تو کمین به سر شکار کردن، دیگه آهوها بوش حس میکنن و فرار میکنن به طرز وحشتناک. دیگه جز که تسلیم و رضا کوچاره‌ای، در کف شیر نر خونخواره‌ای. شیر نر خونخواره کیه؟ خداونده. او ندارد خواب و خور،
چون آفتاب روح ها را می کند بی خورد و خواب، که بیا من باش یا هم خوی من، تا ببینی در تجلی روی من. ور ندیدی چون چنین شیدا شدی، خاک بودی طالب احیا شدی. گر ز بی سویت ندادست او علف، چشم جانت چون بماندست این طرف. ببینید میگه اگر تو از دست لطف عنایات خداوند علف نعمت نخوردی، پس چطوری چشمت به سوی خداونده؟ پس معلومه که یه ارتباطی بین تو وجود خودی، خودش با خودش داره حرف میزنی و استغاثه. میگه دیگران چون کودکان این روز چند، تا به شب در خاک بازی میکنند. خوابناکی کوز یقظه میجهد، دایه وسواس اشوش میدهد. رو بخست ای جان که نگذاریم ما، که کسی از خواب بچاند را. هم تو خود را برکنی از بیخ خواب، همچه تشنه که شنود او بانگ آب. میگه این دنیا ما رو بازی میده، تا یه اتفاقی هم میفته که میخوایم از خواب غفلت، ببین خواب معمولی نیست، تا یه اتفاقی میفته از خواب غفلت میخوایم بیدار بشی، فوری میاد دست میکشه به سر میکی دنیا. بخواب عزیزم، هیچ نگران نباش، همه چی به صلاح تحت کنترله، ریلکس باش، بی خیال فلان بسار. اون میخواد که ما خواب باشیم. برای چی؟ برای اینکه بتونه اموال کاروان زندگیمون چیکار کنه؟ به دوزو ببره. مولانا میگه که من دارم برای شما، صدای من مانند صدای آب است برای کسانی که از تشنگی دارن میمیرن. برای اونایی که خواهد، به محضی که صدای منو بشنون از خواب بیدار میشن. مگر کسی که بخواد خودشو بخواب بزن. بانگ آبم من به گوش تشنگان، همچو باران میرسم از آسمان. بر جهی عاشق برآور استراب، بانگ آب و تشنه و آنگاه خواب. میگه بانگ آب بیاد، صدای آب بیاد، یکی هم تشنه باشه بعد خوابش ببره. بگم چیزی امکان داره؟ اونهایی که عاشقن و تشنه درک حقایق هستن، با صدای بانگ آب بلافاصله از خواب بیدار میشن و حرکت میکنن و میان که حقایق رو چکا کنن. بگید بعد مثالی که میزنه، مثال اون معشوق و عاشق، که به سلام عاشق در انتظار دیدن به سلام معشوق، معشوق میگه که بیا تو فلان حجره. بعد از حالا چندین سال انتظار و چه میدونم خونه دل خوردن، بیا میخوام واسه لوبیا بیارم و میام به دیدنه. این هم خیلی خوشحال نظر نیاز ها کرده و خوشحالی ها کرده و گوسفند ها قربانی کرده، با خوشحالی با میشه میره که منتظر معشوق باشه. یه مدتی بیداره، اما نیمه شب خوابش میبره. خوابش که میبره، حالا معشوق دازه، معشوق میاد ببینه آقا خوابه. یه تیکه از آستینش رو قیچی میکنه، به معنی اینکه من اومدم و شما خواب بود. یه مشتم گردو میرزه تو جیبش، میره. یعنی چی؟ یعنی تو هنوز طفلی، تو بچه، تو فعلا برو گردو بازی، تو عاشق نیستی. عاشق شب نمیخوابه، خصوصا وقتی که معشوق گفتی که میخوام بیام سراغت. مگه میشه طرف بگیر بخوابه؟ پس معلومه عاشق درست حسابی نیست. اونهایی که عاشقن چه شبها بیداری ها کشیدن، مثل حافظ که تندران ظلمت شب آب حیاتم دادن. چه مبارک سحری بود و چه فرخنده شبی، که در آن ظلمت شب یا مثلا آب حیاتم دادن. اونهایی که آب حیات میکنن که شب خوابشون نمیبره. این رو داشته باشیم دیگه. این هم از این. آخ آخ آخ، اینجاست که مولانا دو مرتبه دچار شور میشه. اون شور قبلی رو براتون خوندم، میفهمید اینم نخونم، باید بخونم دیگه. گردکان ما در این مدهن شکست. گردکان یعنی اون قشر جامد زندگی ما، اون قشر جامد زندگی ما، روح لطیف ما، نه جسم ما، روح نفس ما. دیگه گردکان ما در این مدهن شکست، هرچه گویی از غم خود اندک است. غیر هرچه غیر شورش و دیوانگیست، اندر این ره روی در بیگانگیست. این بره بر پای من زنجیر را، که در اینم سلسله ای را.
غیر آن جعد نگار مقبلم، گردوس از زنجیر آری بکسلم. عشق و ناموس ای برادر راست نیست، بر در ناموس ای عاشق مایست. میگه عشق و خودپسندی که اصلا نمیتونه با هم جور در بیاد، که اگر تو بگی من عاشقم ولی در اینها کبر و غرور داشته باشی و با نظر خدای نکرده تحقیر به دیگران نگاه کنی، خب این که نشد زندگی، این که نشد الگو، این که نشد انسانیت. انسانیت در تواضع، در به اصطلاح مردمی بودنه، که بتوانی با مردم ارتباط برقرار کنی. شما نگاه کنید یه آدمی مثل حضرت علی علیه السلام که ما بگیم آقا هم مقام سیاسی داشته، هم مقام اجتماعی داشته، هم نمیدونم مقام الهی داشته، داماد پیغمبر بوده، بچه پسرخوانده پیغمبر هم تازه بوده، داماد پیغمبر هم بوده و این همه به سر افتخارات، شجاعت فلان بسیار. بعد میبینیم میگه مثل یه آدم معمولی زندگی میکرد، کفشش مثلا خلیفه بود، به کفشش مثلا وصله میزد، چه میدونم یه لباس درست حسابی هم نداشت، بنده خدا تنش کنه، میرفت لباس نو میخرید میداد به قنبر، به مثلا که چه میدونم غلامش بوده، چه میدونم دستیارش بوده، فلان بوده. یه آدم خیلی ساده زیست، خیلی خیلی ساده زیست. خب این بنه بر پایمان زنجیر را، که دریدم سلسله تدبیر را. قید آن جعد نگار مقبلم، گردس از زنجیر آری بکسرم. عشق و ناموس ای برادر راست نیست، بر در ناموس ای عاشق مایست. وقت آن آمد که من آریان شدم، نقش بگذارم سراسر جان شدم. معلومه که اصلا خود بی خود مولانا. ای عدو شرم و اندیشه بیا، که دریدم پرده شرم و حیا. ای ببست خواب جان از جادویی، سخت دل یارا که در عالم تویی. ای مزور چشم بکشا و ببین، چند گویی من ندانم آن و این. مست را چون دل مزاحندی شد، این ندانم و ندانم پیشه شد. این ندانم و ندانم بهر چیست، تا بگویی آنکه میدانیم کیست. نه بهر صف باشد در سخن، نه بهر صف باشد در سخن. نه بگذار و ز سبت آغاز کن، نیست این و نیست آن هین واگذار. آن که آن هست است آن را در پیش آ. نه بگذار و همان هستی پرست، این بیاموز ای پرادر، این بیاموز ای پدر، زان ترک مست. خب این آخرش چی گفت؟ گفت من میخوام یه چیزایی رو براتون بگم، یه چیزایی هم گفت، البته لابلای حرفاش حرفایی هم زد. بعد گفتش که ببین یه عده‌ای مرتب میگن اینو نمیدونم، اونو نمیدونم، این که نیست، اون که نیست، هی میگن نیست نیست نیست، این نیست اون نیست، برای که اونی که هست رو نگه که چی هست. توجه کردید؟ اون دفعه مثال زد، گفت میگن بچه کجایی؟ میگه بچه تهران که نیستم، بچه اصفهان هم نیستم، بچه شیراز هم نیستم، بچه گرگان هم نیستم، بچه سمنان هم نیستم. خب بچه کجایی؟ برای اینکه نمیخواد بگه که بچه کجاست، انقدر حرف میزنه که اونی که بعد بگه. خب اینجا داستان جدیدی شروع میشه که دقیقاً 180 درجه در مغایره و در تضاد مستقیم است با داستان قبلی. داستان قبلی که عاشق از معشوق خطاب گرفت که شب بیدار باش و من میام سراغت، عاشق خوابید، رفت بیدار بمونه اما خوابید، معشوق اومد و رفت. خب حالا درست اینجا عکست دقت کنید، داستان بسیار بسیار زیباییه، بخونم ببین چقدر نکات ظریف روشه. داستان حالا دیگه عنوان داستان خیلی مهم بزرگه، داستان اینه، عنوانش اینه که داستان اون فرمانده ترکی که سحرگاه بعد از خماری و به اصطلاح شب بیدار خوابی هایی که داشته، سحرگاه هوس تازه مطرب میکنه، حالا از شب تا صبح داشته می میخورده، سحرگاه تازه هوس مطرب کرده، میگه که برید یه مطرب بیارید واسه من موسیقی اجرا کنید. خب این داستان میشه، میگه اعجمی ترکی سحر آگاه شد. یعنی چی؟ دقت کنید نکات ظریف توش وجود داره، باید با
با دقت داستان رو پیگیری کنید که نکاتش رو خوب بگیرید. البته منم در حد بضاعت خودم کمک میکنم. میگه اعجمی ترکی سحر آگاه شد و از خمار خمر مطرب خواه شد. هچی یه آقای ترک فرمانده بزرگیه، ایشون تمام شب مشروب خورده، خمار خمر بوده، حالا تازه صبح حواسش جمع شده از حالت مستی، تازه به خودش اومده که حالا میخوام موسیقی گوش کنم. مطرب جان مونس مستان ببر، نقل و قوت و قوت مستان ببر. یه بار دیگه، مطرب جان مونس مستان ببر، نقل و قوت و قوت مستان ببر. دقت کنید، میگه مطرب جان مونس مستان ببر، یعنی چی؟ یعنی اون مطربی که میزند و جان شما را به اصطلاح به شوق میآورد. ببین، بشکن و بالا بنداز نیست که جسم شما رو به حرکت در بیاره. توجه کردی؟ مطرب جان مونس مستان. مونس کدوم مستان؟ اونایی که به موسیقی جان علاقمند هستن. بعد میگه نقل و قوت و قوت مست آن بود. اونایی که مستن از این مطرب چی میگیرن؟ قوت میگیرن و تغذیه میکنن و جانشون تازه میشه. مطرب ایشان را سوی مستی کشد، باز مستی از دم مطرب چشد، آن شراب حق بدان مطرب برد، وین شراب تن از این مطرب چرد. هر دو گر یک نام دارد در سخن، یا لیک فرق است این حسن تا آن حسن. میبینید میگه دو تا شراب وجود داره، یکی اون شرابی است که به اصطلاح شراب جانه، یکی هم شرابی است که شراب جسمه. بله، اونایی که از شراب جسم میخورن خب فقط به اصطلاح مست میشن و دیگه هیچ، از خود بی خود میشن و نمیفهمن دنیا چه خبره. یه تا از شراب جان میخورن که اینا با اون مطرب جان معنوس میشن. خب میگه البته هر دوشون یه اسم داره، هر دو هم میگیم شراب، اما بین این حسن با اون حسن صد من رسن. یادتون میاد دوتا حسن رو دیگه؟ اون حسنی که بخیل بود، اون حسنی که بخشنده بود. حسنی که بخشنده بود به اصطلاح هدیه شاه رو چه میدونم 10 برابر بیشتر کرد، اون حسنی که بخیل بود هدیه شاه رو 40 برابر کاهش داد. این داشته باشه. خب بعد دیگه، چون که کردن آشتی شادی و درد، مطربان را ترک ما بیدار کرد. مطرب آغازید نزد ترک مست، در حجاب نغمه اسرار الست. خوب دقت. اولا یادتون باشه کی مطرب رو صدا کرده بزنه؟ سحرگاه. حافظ چی گفت؟ چه مبارک سحری بود و چه فرخنده شبی، آن شب قدر که این تازه براتم داد. توجه کردی؟ خیلی نکته ظریفه. دیگه چون که کردن آشتی شادی و درد، مطربان را ترک ما بیدار کرد، یعنی سحر اینا رو بیدار کرد. مطرب آغازید نزد ترک مست، در حجاب نغمه اسرار الست. حالا چیکار کرده مطرب؟ داره موسیقی اجرا کنه، اما موسیقیش چیه؟ در حجاب نغمه است، یعنی در پوشش موسیقی، ولی داره اسرار الست رو برای این آقای ترک مست، ترکی که جانش مسته. توجه کردی دارم چی میگم؟ می ندانم که تو ماهی یا مثلا، می ندانم که چه میخواهی زمن، می ندانم تا چه خدمت آرمت، تنزنم یا در عبارت آرم. میبینی اینا رو داره میگه، میگه من نمیدونم تو ماهی هستی، تو بت هستی، نمیدونم از من چی میخواد، نمیدونم چه خدمتی میتونم برات کنم، بگم تو رو، اسرار تو رو بگم، اسم تو بگم، فاش کنم، سر رو بگم یا نه نگم. ای عجب، گر نیستی از من جدا، من ندانم من کجایم تو کجا. تو میگی که با من هستی دیگه، تو در قلب وجود منی، از رگی گردن به من نزدیکتری، ولی حالا من نمیدونم من کجام تو کجا، اصلا ما دوتا با هم یکی هستیم، از هم جدا هست. می ندانم که مرا چون میکشی، گاه در بر گاه در خون میکشی، همچنین لب در ندانم باز کرد، می ندانم ساز کرد. ببین اینا حرفای خود مولاناسا که داره همزاد پنداری میکنه با اون مطربه. درجه کردی؟ بعد
چون زهد شد می ندانم از شگفت، ترک ما را زین حراره دل گرفت. برجهید آن ترک و دبوسی کشید، با علیها بر سر مطرب دوید. گرز را بگرفت سرهنگی به دست، گفت نی مطرب کشی این دم بد است. میبینید این مطربه هم گفت نمیدونم اینه، نمیدونم اونه، نمیدونم چیکار باید بکنم، نمیدونم بگم، نمیدونم نگم، هی نمیدونم نمیدونم. یارو به اصطلاح ترک، ظاهرا ترک به اصطلاح امیر ترک عصبانی شد، عصبانی شد و شمشیر کشید، دبوس این شمشیر، شمشیر کشید یا گرز، و اومد سراغ این که با گرز بزنه تو سر این مطرب. یه سرهنگی که اونجا بود مثلا هم پیالش بود، پشت دستش رو گره گفتش که نه، در این لحظه مطرب کشی کار درست نیست. گفت این تکرار بی حد و مرش، کوفت طبعم را بکوبم بر سرش. قلتبانا می ندانی رم چی مخور، زان چه می دانی بگو مخصود بود. آن بگو ای گیج که می دانیش، آن بگو ای گیج که می دانیش، می ندانم می ندانم در نکش. میبینی حالا صحنه بازیه دیگه، صحنه تئاتر داره مولانا برامو اجرا کنه. میگه که این آقای امیر تور برداشت کنه که هی داره میگه ندانم این نمیدونم اون نمیدونم، اونو که میدونی رو خب بگو، اعصابمو خرد کردی، این نمیدونم اون نمیدونم. میگه که حالا از زبان اون طرف میگه چون بگویم از کجایی کی موری، تو بگویی نیز برخم نزهری. چون بگویم از کجایی تیموری، تیموری ریا کننده، موری یعنی ریا کننده، تو بگویی نیز برخم نیزه نی نزهری، هری هم یعنی هرات، نزه هند و نزه روم و نزه چی، نزه شام و نه عراق و باردی، نزه بغداد و نه موسل نه تراز، در کشی در نیونی راه دراز. خود بگو تو از کجایی باز رفت، هست تنقیح منات این جایگه. خب میگه که من ازت که سوال میکنم که اهل کجایی، خب خیلی راحت بگو که اهل فلان جا، میگه نگو اهل اینجا که نیستم، اهل اونجا که نیستم، اهل عراق نیستم، فلان نیستم، راحت بگو که اهل کجایی، واضح کن در روشان بگو. یا بپرسم که چه خوردی ناشتاب، تو بگو این نه شراب و نه کم، نه بقول و نه پنیر و نه بصل، نه زشیر و نه زشکر نه عسل، نه قدید و نه سرید و نه عدس، آنچه خوردی آن بگو تنها و بس. ببینی میگه بهت میگم تو چی خوردی، هی میگی که نون که نخوردم، پنیرم نخوردم، نمیدونم کبابم نخوردم، پیازم نخوردم، عسلم نخوردم، گوشتم نخوردم. خب بگو جان، بگو چی خوردی دیگه. اینا حرفایی است که اون ترک داره میزنه، یعنی میخواد بگه که اون ترک پیام این مطرب رو ظاهرا داره درک نمی کنه. بعد میگه این سخنخواهی، این سخنخواهی دراز از بحر چیست؟ گفت مطرب زان که مقصودم خفیست. حالا داره بهش میگه آقا این که میبینی من هی دارم اینو میگم اونو میگم، برای که مقصود من مخفیه، نمیخوام به صراحت بگم. میرم از اثبات پیش، می رود اثبات پیش از نفی تو، نفی کردم تا بریز اثبات بود. اونو تو بخونیم بود بهتر. می رود اثبات پیش از نفی تو، نفی کردم تا بریز اثبات بود. در نوا آورم به نفی این ساز را، چون بمیری مرگ گوید راز را. گرز بر خود زن منی را در شکن، زن که پنبه گوش آمد چشم تن. گرز بر خود میزنی هم ایدنی، عکس تو اندر فعالم این منی. خب دقت کن، میگه که این سخنهایی دراز از بحر چیز، گفت مطرب زن که مقصود نمیست. خب تنجش میشه دیگه، میرود اثبات پیش از نفی تو، نفی کردم تا بریز اثبات مو. میگه من برای این که به اصطلاح تو به حقیقت دست پیدا کنید، اول توی به اصطلاح جهت منفی صحبت میکنم تا تو بر اساس برهان خلف، یادتون باشه گفتش که اشیا بر اساس ضد آن شناسایی میشوند. یادتون هست یه اصل فلسفی است دیگه، مثلا بگیم روشنایی یعنی چی، وقتی که تاریکی نیست میشه روشن. جوانی یعنی چی،
یعنی ضد پیری. اگر ما پیر داشته باشیم جوانی مفهوم پیدا میکنه، اگر ما پیر نداشته باشیم جوانی مفهوم نداره، و بسیاری چیزهای دیگه از این دست که ضدش اثبات کنندش هست. من میگم در نوا آرم به نفع این ساز را، چون بمیری مرگ گوید ناز. ببین دیگه من این ساز خودم رو، این مطرب بود دیگه، میگه من در منفی ساز میزنم برای تو. وقتی تو که مردی تازه میفهمی که راز چیه. میدونی یعنی چی مردی؟ یادتون باشه ما در هر لحظه و یا هر دوره‌ای از زندگی خودمون میمیریم و زنده میشیم. حواستون از چه ارزی میدونی؟ حالا روشن بشه. ما یه دوره نوزادی داریم. دوره نوزادی ما به پایان میرسه. میمیرد دوره نوزادی، تبدیل میشیم به طفل، تبدیل میشیم به بچه. بعد اون دوره در مثلا 6-7 سالگی یا 5 سالگی اون دوره از بین میره، تبدیل میشیم به مثلا دختر بچه و پسر بچه، مثلا نونهال بهش میاد، میایم تو اون دوره، از کیندرگاردن میایم مثلا توی مهد. بعد اون دوره هم میمیره میشیم مثلا نوجوان. دوره نوجوانیمون میمیره میشیم جوان. دوره جوانیمون میمیره میشیم به اصطلاح مرد کامل یا زن کامل. بعد اون میمیره میشیم مرد میانسه. بعد اون میمیره میشیم مرد مثلا یا زن چه میدونم حالا کهنسال. و بعد هم میریم به دوره. پس ببینید ما در طول دوران زندگیمون چندین بار میمیریم و زنده میشیم. میمیریم و زنده میشیم. و در این مسیر تکامل پیدا. دیگه بعضی از چیزها، بعضی از رازها وقتی که مردی به یک مرحله دیگه ای وارد شدی اون رازها رو درک می‌کنی. این مردن به معنی این نیست که می‌بینی می‌زنه توی گور. البته اینا هم معتقد هستن علمای ما که انسان‌ها وقتی که می‌میرن، وقتی که دیگه آخر دنیاشون میشه و می‌میرن، روح که آزاد میشه، حقایق بر روح چی میشه؟ آشکار میشه. بسیاری از حقایق بر روح انسان آشکار میشه. این رمز و رازهای جهان هست. خب بعد برابری میگه که این آقای مطرب به آقای به قول اون ترک امیر ترک میگه گرز بر خود نه، گرز بر خود زن، منی را در شکن، زان که پنبه گوش آمد چشم تن. میگه چشم تن تو پنبه گوش جان تو شده است. یعنی تو یه چیزایی رو میبینی و همین دیدن باعث میشود که بسیاری از حقایق را نشنوی. چی بود؟ این داشت موسیقی براش اجرا میکردی، میگه تو حقایق موسیقی من رو درک نمیکنی. بعد گرز بر خود میزنی هم ایدنی، عکس توست اندر فعالم این منی. درجه که میگه که وقتی تو میخوای با گرز کشته بود که بزنی تو سر مطرب دیگه، میگه وقت اگه تو من میزنی این در واقع گرزیست که بر خودت درست، چون حقایق رو هنوز درک نکرد. حالا قصه بعدی اینو میخواد برای ما به اصطلاح بگه که چقدرم زیباست این قصه، قصه جالبیه. حقایقی که پنهانند و آشکار میشوند. فقط میفهم شد اون داشت تو قصه قبلی میگفتی که یه حقایقی رو مطرب داره میگه اما این طرف نمیشنوه، چون که چشمش پنبه گوشش شده بوده. حالا دقت کن، آمدن زریر به خانه پیغمبر علیه السلام و گریختن عایشه و پنهان شدن مثلا خود. من یه نکته خدمتون بگم، عایشه همسر پیغمبر همه میدونن، یعنی توی تواریخ هم اومده، یه زن بسیار زیبایی بوده، بسیار زن زیبایی، و بهش اصلا لقبش هم بود همیرا. میدونید این اسم همیرا یعنی زن سرخ مو، موهاش هم پس معلومه که سرخه. حالا شما دقت کنید، این زنی که زن پیغمبر بوده بالاخره و این زن پوشیده بوده، کسی باهاش ارتباط نداشته، کسی نمیدیدتش، اما علارغم همه این حرفا این خیلی معروفه، این زن خیلی زیباییه. ببینید دقت کنید یعنی چی؟ یعنی زیبایی علی رغم همه اون
حجاب هایی که علی ظاهر وجود داره باز هم خودش چیکار میکنه، بروز میده و نشان میده و به اصطلاح منتشر میشه در جهان. اینه داشته باشید. حالا قصه رو گوش کن. دیگه اندر آمد پیش پیغمبر ضریر. ضریر یعنی آدم کور، ضریر یعنی کور، عمش هم یعنی کور. خب اندر آمد پیش پیغمبر ضریر که نوا بخش تنور هر خمیر، ای تو میر آب و من مستسقیم، مستقاس المستقاس ای صابر. دیگه این جناب کور اومده پیامبر که من شما ساقی هستید و ساقی علم و ساقی به قول معروف معارف حقایق جهان هستی و چین و چنان، من به اصطلاح چیز هستم، من از شما خواهش میکنم که به من برسید، عرضی دارم، نیازی دارم فلان. چون در آمد آن زری از در شتاب، عایشه بگریخ بهر احتجاب، زان که واقف بود آن خاتون پاک از قیوری رسول رشنا. هر که زیباتر بود رشکش بزن، زان که رشک از نار خیزد یا بنون یا بنون، برون یعنی پسر. خب از نار خیزد یا بنون. میگه که این آقای کور به محضی که وارد خونه شد، عایشه برای حجاب، برای پوشش فوری فرار کرد از جلوی این، رفت مثلا خودشو پنهان کرد، رفت چادر سرش کرد و رفت مثلا توی اتاق دیگه و این حرفا. چرا؟ برای اینکه خب واقف بود که پیامبر انسان بسیار غیوریه و روی همسر خودش حساسیت داره، اینجوری نیست. پس بنابراین بعد میگه، بعد مولانا میگه بله هر کی که زیباتر بوده باشه غیرت هم روش بیشتره، مثلا علی‌الظاهر، و بعدم که رشک غیرت یا از ناز یا از داشتن پسران زیاد، یعنی هر کسی که مالکیت چیز پرارزش شده روش هم بیشتر حساسیت داره. خب اینو میگه چون جمال احمدی در هر دو کن، کی بوده است ای فر یزدانیش اون، نازهای هر دو کن او را رسد، غیرت آن غیرت اون خورشید ستو را رسد. بعد گفت پیغمبر برای امتحان، او نمیبیند تو را کم شو نهان. یعنی البته این توصیفاتی است که برای پیامبر میکنه در اونجا، دیگر نمیخوام وارد بشم، وقت نداریم خیلی. در میگه که پیامبر برمیگرده به خانومش، به عایشه، میفرماید که خانوم کرد اشارت عایشه با دستها او نبیند، لیک من بینم ورا، غیرت عقل است بر خوبی روح، برز تشبیهات و تمثیل ای نصیب. ببینید میگه پیامبر برای امتحان کردن برمیگرده به خانوم، میگه که خانوم این آقا که چیز کوره، که شما چرا ازش رو گرفتی، چرا مثلا خودت پنهان میکنی و فلان. مثلا اون اشاره میکنه با دست، یعنی حتی نمیخواد که صداش رو هم اون آقای ضریر بشنوه، یعنی حجاب فقط حجاب چهره و صورت رو نمیگیره، حجاب صوت خودش هم میگیره، با دست اشاره میکنه که بله اگرچه ایشون کوره ولی من که دارم اینو میبینم، بنابراین من نمیخوام ظاهر باشم، در جلوی ایشون ظاهر باشم. بعد میگه غیرت عقل است بر خوبی روح، میگه عقل غیرت دارد بر روح، یعنی روح رو حفظ میکنه، برز تشبیهات و تمثیل این است. حالا در اینجا تمثیلات و تشبیهات زیادی وجود داره که حالا بمونه. میگه ادامه، از که پنهان میکنی ای رشک خوب، آن که پوشیده است نورش روی او، چون چنین رشکی است ای جان و دل، پس دهان بربند و گفتن را بهه، ترسم ار خاموش کنم آن آفتاب، از سوی دیگر به دراند حجاب. حالا مولانا گفته بود که من یه چیزایی رو میخوام بگم اما خودمو کنترل میکنم که نگم، بعد به خودش داره میگه، میگه که ای رشک خوب، ای کسی که غیرت داری میخوای که مثلا یه حقایقی رو نگی، تو نمیتونی اینو پنهان کنی، اون مثل آفتابه، مگر میشود آفتاب رو پنهان کرد؟ آفتاب که پنهان نمیشه شده. بعد میگه که من اگر خودم رو خاموش کنم و هیچی نگم،
این نور این آفتابی که در وجود من هست، این از چشم من میترسم بزنه بیرون، از چه میدونم از تو گوش من بزنه بیرون، از یه جای دیگه میزنه بیرون، اگه دهنم هم ببندم بخوام حقایق رو نگم، این نور این حقیقت میزنه بیرون. بعد میگه در خموشی، در خموشی گفت ما از هر شبد، که زمان آن میل افزونتر شبد، حرف گفتن بستن آن روزن است، این اظهار سخن پوشیده است، بلبلانه نعره زن بر روی گل، تا کنی مشغولشان از بوی گل، تا به گل مشغول گردد گوششان، سوی روی گل نپرد گوششان، پیش آن خورشید کو بس روشن است، در حقیقت هر دلیلی رهزن است. دقت کنید خیلی این جالبه این نکته. میگه در خاموشی گفت ما از هر شد، که زمان آن میل افزونتر شد. میگه من وقتی که خاموش میکنم حرف میزنم، اتفاقا سخنهای من بهتر خودشونشون میگه، زیرا که از من کردن میل برای بروز بیشتر میشه. میدونی بگم به اون چیز دست نزن، برام چیز رو نرو سراغش، بدتر طرف بسیار چه میگن حریص میشه که بره. میگه حرف گفتن بستن آن روزن است، این اظهار سخن پوشیدن است. میگه که وقتی حرف میزنی در واقع اون روزنی که نور از آنجا بیرون میخواد بیاره میخواد میبندش، این اظهار سخن پوشیدن است. میدونی مثل چی میمونه؟ مثل یک کسی یه جایی داشت حرف میزد، این نکته رو بود خیلی جالب بود، گفتش که درست مثل اون که یه نفری مثلا آدم خیلی معروفیه، حالا یا خیلی اندام مثلا زیبایی داره، فلان داره، شما از روی و میخواد بره بیرون از خونه، شما از روی مثلا محبت، از روی غیرت، حالا هرچی، میای یه لباس به تن اون میکنی. میگه وقتی که او با این لباس میاد بیرون، مردم دیگه حقیقت وجود او را نمیبینن، بلکه چی رو میبینن؟ لباسی که تو بر تن او کرده ای را میبینن. تبشه که چه عرض میکنم؟ و حالا که آنچه که باید ظاهر میشد بدن اوست که باید ظاهر میشد، حقیقت وجودی اوست. برای مولانا میگه که حقایق جهان هستی رو من هر وقت که من بخوام بیان بکنم، و هر نوع تلاشی در واقع پوشیدن اون حقایقه. بعد میگه در ذهن بلبلانه نعره زن بر روی گل، تا کنی مشغولشان از بوی گل. میگه این گل بو میده، گل بو قابل کنترل نیست که تو هر جوری بخوای یه بوی رو مثلا تحت کنترل قرار بدی، گل بوی خودشو میده و پخشه در جهان. منتها تو چیکار میکنی آقای مولانا؟ تو میای جلوی این گل مثل بلبل شروع میکنی با آواز خوندن، اینقدر آواز میکنی که مردم حواسشون پرت آواز خوندن تو بشه، از بوی گل چی بشن؟ غافل بشن. تمشه گوی چطوری میخواد بپوشونه نگفتن حقایق رو؟ تا به گل مشغول گردد گوششان، سوی گل، سوی روی گل نپرد گوششان. تا به قول تو، به حرفای تو حواسشون پرت حرفای تو بشه، دیگه به این گله نگاه نکنه، به آواز تو مشغول بشن، دیگه به گل نگاه نکنه. پیش آن خورشید کو بس روشن است، در حقیقت هر دلیلی رهزن است. میگه خورشیدی که روشنه، ما میبینیمش توی آسمان، حقیقت وجودیش رو در جهان هستی داریم میبینیم، تو هر دلیلی بخوای واسش بیاری رهزن خورشید. چرا؟ چون فقط کافیه که طرف سرش بالا کنه و خورشید رو ببینه دیگه، شما اصلا دلیل آوردن تازه طرف رو مشغول میکنه به فکر کردن و فلان، که اصلا خورشید رو فراموش میکنه که نگاهش بکنه. چی میخواد مولانا به ما بگه؟ میخواد بگه که این جهان اسرار دارد و این اسرار در هر نظری که ما به اطراف خودمون میکنیم با حقایق جهان هستی و اسرار جهان هستی داریم برخورد میکنیم. فقط یه چشم میخواد آگاه، عازم، دقیق و فهمنده که اسرار جهان هستی رو چکا کنه؟ بگیره از اطراف. میگه به دریا بنگرم، دریا تو بگیره، به صحرا بنگرم، صحرا بگیره، به هر جا بنگرم کوه و در و دشت، نشان از قامت زیبای تو بینم. اینم از
جناب بود اسمش تا ملا ملا تاهر ببین اینقدر حواسم پرت شده به بوی گل از اصل گل از قول با مونده بابا تاهر بابا تاهر بابا تاهر اوریان. خب من اجازه میخوام که یه لحظه برم توی این بادی خب عرضم به خدمتون که این قصه رسیدن شاعر به حلب روز عاشورا و حال معلوم نمودن و نکته گفتن و بیان حال کردن. این قصه خیلی قصه جالبیه از این دیدگاه که بسیاری از به اصطلاح مثنوی شناسان معتقد هستند که این شاعر که مولانا قصه شو داره میگه در واقع خود مولانا بوده. درشو فهمید چی بکنم میگم خود مولانا است و بر مستاق اون سخنی که میگه بهتران باشد که سر دلبران گفته آید در حدیث دیگران، این داستان رو در قالب یه فرد ثالثی داره میگه. میگه یه شاعری بود که رفت. حالا ببینید چه نکاتی در این وجود داره که اون حقایق و اسرار رو خیلی زیبا در این داستان میگه. میگه که روز عاشورا همه اهل حلب باب انطاکیه اندر تا به شب گرد آید مرد و زن جمعی عظیم، ماتم آن خاندان دارد مقیم، تا به شب نوحه کنند اندر بکا شیعه عاشورا برای کردن، بشمرند آن ظلم ها و امتحان که از یزید و شم دید آن خاندان، از غریب و نعره ها در سر گذشت پر همی گردد همه صحرا و دشت. ببینید اشاره میکنه به شیعیان، شیعیانی که در سوریه هستن. میدونید که الان حکومت سوریه هم یک حکومت شیعه علوی دیگه، پس معلومه که این سابقه شیعه بودن در اون زمان وجود داشته. میگه که بله ایشون یه شاعری میره به حلب و در حلب میبینه که مردم اونجا بساط تکیه و چادر و چه این حرفا زدن و دارن عزاداری میکنن و گریه و زاری و این صحبت ها. این به اصطلاح ماتم هم که یعنی غم، ماتم آن خاندان دارن مقیم یعنی قیام کردن برپا داشتن ماتم را، یعنی همین بساطی که ما روزخونی که داریم تو ایران هم برگزار میشه، همین بساط روزخونی و این صحبت ها سیاه‌پوش کردن و بکا میکنن. بکا کردن یعنی گریه میکنن. شیعیان برای کی؟ برای امام حسینی که در کربلا به شهادت رسیده و از ستم هایی که بر اونها رفته، شمر و یزید و کیو فلان بیسار، جیغ و داد و فریاد و نوحه و عذاب. خب یه شاعر غریبی وارد این صحنه میشه. یک غریبی شاعری از ره رسید، روز عاشورا و آن افغان شد، شهر را بگذاشت و آن سو رای کرد، قصد جستجوی آن هیهای کرد، پرس پرسن می شدن در افتقاد، چیست این غم برکه این باطن که دار، این رئیسی ضعف باشد که به مرد، این چنین مجمع نباشد کار خود، نام او و القاب او شرحم دهید که غریبم من شما اهل دهید، چیست نام و پیشه و اوصاف او تا بگویم مرثیه زلطاف او، مرثیه سازم که مرد شاعرم تا از اینجا برگ و لالنگی برم. میبینید این جناب به سلام شاعر غریب که وارد شهر شده و این اوضاع رو میبینه که مردم هیاهویه و همه جا رو سیاه‌پوش کردن و بیرون از شهر تکیه زدن و بعد نمیدونم مردم اونجا میرن و گریه و زاری و نوحه و سینه زنی و این صحبت ها، این خیلی تعجب میکنه. برمیگرده سوال میکنه، میگه آقا کی برده که اینقدر این بساط عزاداری با عظمتی
اینجا برقرار شده و از این حرفا، و سوال میکنه که میگه من غریبم، شما بگید که کیه، اوصافشو به من بگید، منم شاعرم، منم یه مرثیه‌ای بگم براش، بالاخره ما هم یه نصیبی از این ماجرا ببریم، یه جایزه‌ای به ما بدن، یه مثلا تحفه‌ای چیزی به ما بدن بابت این کار. خب آن یکی گفتش که تو دیوانه ای، تو نیشیه عدو خامنه، روز عاشورا نمیدانی که هست، ماتم جانی که از قرنی به هست، پیش مومن کی بابد این قصه خواد، قدر عشق گوش عشق گوشوار، پیش مومن ماتم آن روح پاک، شهره تر باشد ز صد، ببخشید، پیش مومن ماتم آن پاک روح، شهره تر باشد ز صد طوفان نوح. میبینید یکی برمیگرده بهش میگه مدرسه تو خودتو مسخره کردی، ما رو مسخره کردی، یعنی نمیدونی اینجا چه خبره، روز عاشورا دهم محرم، ما واسه یک بزرگی داریم به اصطلاح عزاداری میکنیم که زندگیش از صد تا آدم ارزشمندتره، و چطور تو میگی که نمیدونی داستان از چه قرار فلان میسازه. خب بالاخره روز عاشورا خب خیلی معروفه دیگه، بالاخره کسی نمیشه بگه من نمیدونم. متوجهین مولانا خودش زده به کوچه علی چپ، یعنی میخواد بگه که دلیل داره که این حرف رو داره میزنه ها، دلیل داره. یادتون باشه من اینجا تو پرانتز بگم، ببینید مولانا تنها شاعر سنیست که نسبت به حضرت امام حسین و شهادت امام حسین و شخصیت امام حسین ید طولایی در توصیفاتش داره، و اصلا اگر از مولانا بپرسی یک سالک واصل حقیقی که به اصطلاح در مسیر سیر و سلوک جان خودش رو، اون جانبازی که باید بکنه رو کرده تا به حق برسه و با حق به اصطلاح ادغام بشه و محو در به اصطلاح نور الهی بشه، کیه؟ مولانا میگه امام حسین، یعنی مثالش امام حسین. دقت کردید که به همین دلیل که این داستان رو داره اینجا میگه، اونم کجایید شهیدان الهی، بلاجویان نام کربلایی، و اون داستان معروف، غزل معروفی که راجع به شهیدان کربلا گفته. خب میگه که اینا رو بهش طرف میتوپه که تو خود به کوچه علی زدی فلان، چطور نمیدونی که مثلا ما برای چی داریم از اون داریم؟ گفت آری لی کو دوره یزی، کی بود از آن غم چه دیر اینجا رسید، چشم کوران آن خسارت را بدید، گوش کران این حکایت را شنید، گفته بودستی تا اکنون شما، که کنون جامه دریدید از عزا، پس عزا بر خود کنید ای خفتگان، زان که بد مرگیست این خواب گران. میبینید حالا حرفشو میزنه، میگه که خب این داستان شهادت امام حسین کی اتفاق افتاده؟ اونا میگن مثلا الان 700 سال که دوره خود مولاناست، از 1400 سال 700 سال دیگه، میگه آقا 700 سال پیش اتفاق افتاده. این به هم میگرده میگه که 700 سال پیش این بنده خدا رو کشتن، شهید کردن، تازه شما ها بهتون خبر رسیده، دارید تو سرکرده خودتون میزنید و گریه میکنید از این حرفا، شما ببخشید پس تا حالا خواب بودید، حواستون نبود که هیچ اقدامی بکنید، حالا را افتادید دارید عزاداری میکنید، و این عزا رو نمیخواد برای امام حسین بکنید، به خاطر این غفلتی که داشته اید عزاداری کنید، برای خودتون گریه کنید، نمیخواد برای امام حسین گریه کنید. چرا؟ به خاطر اینکه روح سلطانی ز زندانی بجست، جامه چون در ریمو چون خواهیم دست، چون که ایشان خسرو دین بودند، وقت شادی شد چو بگسستند بعد، سوی شادروان دولت تاختند، کندو زنجیر را انداختند، دور ملک است و گه و شاهنشهی، گر تو یک ذره از ایشان آمده. میدونید دیگه برای خودتون گریه کنید، چون ناآگاهی نمیفهمید دارید چی کار میکنید. او سلطانی بود که در زندان این دنیا اسیر بود، حالا از زندان این دنیا چی شد؟ آزاد شد. این جهان زندان و ما زندانیان، حفره کن زندان و خود را وارهان. دیگه او خودش از زندان این دنیا چیکار کرد؟ آزاد کرد. شما برای چی دارید
جامه پاره میکنید و گریه زاری را میدازید. چون که ایشان خسرو به دین بودند، وقت شادی شد چه بکس هستند. اینها پادشاهان دین بودند، حکومت اینها در ملکوت اعلای الهی است. اونا رفتن و به مقام خودشون رسیدن، شماها چرا دارید گریه میکنید؟ سوی شادروان دولت تاختن، کندو و زنجیر را انداختن. این بند و قید و بندهای این دنیای دون پس که جلوی جولان روح اینها رو میگرفت، این کنده ها را از پای خودشون باز کردن و الان در آسمان لطف الهی در پرواز و در حرکت هستن. دور ملک است و گه و شاهنشهی، گر تو یک ذره از ایشان آگهی. حالا اونا به سلطنت ملکوت آسمان ها رسیدن، بنابراین تو اگر به اصطلاح آگاه باشی از آنچه که ایشان به آن رسیده اند، باید شادمانی کنی، نه این که بشینی گریه زاری کنی. اگر گریه زاری میکنی به خاطر خودت بکن که بیچاره نفهمیدی که دنیا هست کیه و چه اتفاقاتی افتاده. بعد میگه بر نی آگه برو بر خود گری، زان که در انکار نقل و محشری. بر در و دین خرابت نوه کن، چون نمی بیند جز این خاک کهن. بر همی بیند چرا نبود دلیر، پوشدار و جان سپار و چشم سیر. در رخت کو از می دین فرخی، گر بدیدی به کو کف سخی. آن که جودی آب را نت کن فکر نت دری، حاسه آن کو دید دریا را و میق. دقت کنید دیگه، اگر آگاه باشی که باید شادمانی کنی که امام حسین از این دنیا رفت و آزادی رسید، درست مثل شادمانی که خود حضرت علی کرد دیگه، وقتی ضربت خورد در محراب شهادت فرمود فستو و رب بلکند، به خدای کعبه سوگند که رها شدم، آزاد شدم. نگفت وای بچه هم چی میشه، وای اموالم چی میشه، وای من حاکمم حکومتم هم بگیرم. نه، گفت فستو و رب بلکند. چرا؟ برای که انسانهای متعالی، باز این همون داستان اونی که مسلمون واقعیه با اونی که زهد میبرزه که دام بذاره برای پرنده ها رو به دام بندازه، مسلمانان واقعی اونها کسانی هستن که وقتی مسئولیت میگیرن تازه اول بیچارگیشونه، نه دو اول بخور بخور و کیف و نمیدونم بهره برداری های مادی، برای که میدونن که بعد حالا عدالت برقرار کنن، حالا بعد امور مردم رسیدگی کنن، حالا مبادا حق و ناس از بین بره، مبادا به کسی ظلم بشه، مبادا فلان بشه، شب و روز دیگه ندارن بنده خدا. اونایی که واقعا احساس مسئولیت میکنن باید بری خواهش کنی، بعد به اصطلاح به دست پاشون بیافتی که بیان مسئولیت بپذیرن، و اینا خودشون حاضر نیستن که بیان این مسئولیت های اجرایی دنیایی رو به عهده بگیرن. درجه کردی؟ پس مربنی دیگه که بر دل و دین خرابت نوحه کن، چون نمیبیند جز این خاک کهن. میگه تو به اصطلاح دل و دین خرابه، برو برای بر اون گریه کن، زیرا که تو فقط از دنیا فقط این خاک رو میبینی، فکر میکنی یه نفر این خاک رو از دست داد یا از این دنیا رفت دیگه باخت، همه چیش نابود شد. نه، اینجوری نیست، نباید اینجوری فکر کنی. ور همی بیند چرا نباید دلی، پشتدار و جان سپار و چشمی. اگر که چشم حقیقت رو میبینه پس چرا دلیر نیستی؟ چرا تو هم مثل امام حسین نمیشی؟ چرا تو هم به اصطلاح چشمت سیر نیست از این زخارف دنیا؟ به اصطلاح جان سپار نیستی برای رسیدن به حقیقت؟ یعنی الگوی امام حسینی باید باشه دیگه، تو که خودتو پیرو به امام حسین میبینی. در راحت کو از می دین فرخی، گر بدیدی به کو کف سخی. میگه تو در چهره تو اون بشاشت، اون فرخی، زیبایی، خوشحالی به اصطلاح دین رو من نمیبینم. میگفتن امام حسین هرچی به زمان شهادتش نزدیکتر میشد چهرش برافروخته‌تر و شادمانتر بود. نمیشه کردی؟ تا توی گودال قطرگاه شاد بود، لبخند میزد و نیایش میکرد و خدا رو سپاس میگفت. میگه در راحت کو از می دین فرخی، گر بدیدی به، اگر تو دریا رو دیدی پس چرا کف سخی نداری، چرا دستت باز و گشاده نیست،
که آنچه را که دارید هدیه کنید. چرا؟ برای اینکه اون کسانی که یه جوب آب در اختیارشون است، از دادن یه لیوان آب به یه تشنه این برمون چیز نمی کنن، بخل ورزی نمی کنن. خاصه کسانی که به اصطلاح دریا را در اختیار دارن، علاوه بر دریای آب شیرین ابرهایی هم که بر این دریا میباره، یعنی نامتناهی بودن اون ذخیره، اون رو هم در اختیار دارن. یعنی چی؟ یعنی توی که پشت خودت رو دادی به کی؟ به امثال امام حسین. میگی من پیرو امام حسین هستم، یعنی به یک دریای نامتناهی خودت رو بس کردی. تو باید بیش از دیگران او رو الگو قرار بدی و در مسیر او حرکت کنی، نترسی، جان سپار باشی و دست دهنده داشته باشی و قسم باشی. میبینی چقدر قشنگ داستان، چقدر زیباست. پس ببینید مسخره نمی کنه مولانا، بلکه خودشو به کوچه علی شب میزنه که یه سری حقایقی رو به گوش ما برسونه، اون حقایقی که مستور هستن و حالا چی میشن؟ باز میشن و به ما میگه که کی چجوری در کدام مسیر کی باید الگوت باشه. الکی ادعا نکن که من پیرو علی علیه السلام هم. من پیرو نمیدونم امام حسینم، من پیرو ائمه اطهار هستم، من پیرو دین اسلام هستم، پیرو پیغمبر هستم. میگفتش که دکتر شریعتی حرف خیلی قشنگی میزن. میگفتش که حضرت پیامبر وقتی که مرد، در واقع حضرت پیامبر میگن به شهادت رسیده چون مسمومش کردن و ایشون به شهادت رسید. دیگه ایشون وقتی که رحلت کرد هیچی از دنیا نداشت، در حالی که رئیس بود دیگه اون زمانی که پیامبرم بالاخره رئیس جزیره العرب بود دیگه، حالا شبه جزیره عربستان کلهم زیر چتر اسلام بود دیگه. اگر میخواست مثلا مرفه زندگی کنه خیلی راحت میتونست مرفه زندگی کنه، اما یه زندگی بسیار درویشانه ای داشت. میگه وقتی که ایشون رحلت کرد چیزی نداشت، ثروتی نداشت، از آنچه که داشت یک سومش فقط لوازم آرایشش بود. دکتر شریعتی میگه لوازم آرایشش چی بود؟ مثلا سرمه ای بود که اعراب به چشمشون میکشیدن، شونه ای بود که به سرش میزد، عطری بود که داشت و خودشو معطر میکرد، نمیدونم 5 تا عمامه داشت، یه عمامش سفید بود، یکیش سیاه بود، یکیش نه یه رنگ دیگه بود، زرد بود، فلان بود. وقتی با دوستانش رو عمامه سفید به سرش میزد، رفقاش بود و اصحاب و اینا، وقتی که چه میدونم نمایندگان کشورهای خارجی و این برابر قبایل و مبایل میمدن باش ملاقات داشتن، اون عمامه مثلا سبزشون میداشت. وقتی که میخواست بره به جنگ عمامه مشکیشون میداشت. وقتی که پیش خانوادهش بود و چه میدونم فلان بود، اون عمامه دیگه شون داشت. منظور میخوام بگم که کل ثروتش که داشت یک به اصطلاح سومش همینا بود، اینا بود، شمشیری که داشت، زرهی که داشت، اون شطوری که باش میرفت جنگ و سوار میشد، اون اسبش، کل اموالش اینا بود. حالا اینا شما بگیر الگوی مثلا یه مسلمون، بعد پادشاه عربستان سعودی رو هم برید به خونه زندگیش نگاه کن، توی هواپیماش استخر داره. آقا من نمیدونم آدم از یه جایی میخواد بره یه جای دیگه، تو استخر میخواد چیکار کنه؟ تو هوا بمونه و مسائلی از این هست. خب اما وقت دارم یه قصه دیگه هم براتون بخونم، خیلی قصه قشنگه، اینم بسیار بسیار اصلا پرمحتوا است. میگه که چی بود قصهش؟ سحوری زدن. سحوری زدن شخصی بر در سرای خالی نیمه شب و اعتراض معترض و جواب دادن بود. اولا این سحوری زدن یعنی چی؟ سحوری اینه که یه عده‌ای بودن اون زمانهای قدیم، دو مرحله روزای ماه رمضان صبح دو مرحله طبل می‌زدن سحر، یکی مثلا 2 ساعت مونده به طلوع فجر میمدن در خونه ها توی کوچه هایی میرفتن، یه طبلای کوچیکی داشتن مثل همون چوبک زدن پاسبان ها بود که میزدن که مردم آگاه باشید، آرام بخوابید، نگران نباشید،
مثلا شهر امن امان است، ما داریم مثلا پاس میدیم از این حرفا. اینا میمونن یه دو سال قبل از اینکه اذان بشه سحوری میزدن که مردم از خواب بیداشن، سحریشون رو بخورن و مثلا حالا آماده بشن و چنین و چنان فلان. بعدم دم طلوع فجر، نزدیک طلوع فجر، مرتب این تبلو میزدن که آی مردم حواستون باشه که دیگه اذان نخورید که روزتون مثلا باطل بشه. اینو میگفتن سحوری زدن. خب این داستان شد. دیگه آن یکی میز سحوری بر دری درگهی بود و رواق مهتری. نیمه شب میز سحوری را به جد گفت او را قائلی، قائل یعنی گوینده، که مستمد اولا وقت سحر زن این سحور، نیمه شب نبود گه این شب بشون. دیگران که فهم کن ای بلحوس، کن در این خانه درون خود هست کس؟ کس در اینجا نیست جز دیو و پری، روزگار خود چه یاوه میبری؟ بهر گوشی میزنید دف، بهر گوشی میزنید دف، گوش کو گوش باید تا بداند گوش کو. میبینید یه آقای سحوری زن جلوی یه خونه ای داره تبل میزنه، اما کی؟ نیمه شب داره میزنه، نیمه شب، اصلا وقت سحر نشده، وقت سحوری شدن، وقت سحر نشده، نیمه شب داره میزنه. یه نفر داره رد میشه، میگه که اولا که داری بی موقع میزنی مرد حسابی، الان وقت سحوری زدن نیست. دوم این که اصلا توی خونه کسی نیست، اصلا میدونی کسی توی خونه هست یا نه؟ توی رو کی داری سحوری میزنی؟ اصلا کسی توی خونه نیست، داری وقت خودت رو تلف میکنی مرد حسابی، بس کی داری میزنی؟ جن و پری فقط در اینجا هستش. میگه آدم سحوری که میزنه برای کسی میزنه که گوش داره، میشنوه و از این به اصطلاح خبر استفاده میکنه. تو کسی نیست، بس کی داری میزنی؟ خب پس بنابراین داره اعتراض میکنه به این آقای به قول معروف سحوری زن. خب چه اتفاقی میفته؟ جواب میگه گفت گفتی، بشنو از چاکر جواب، تا نمانی در تحیر و استراب. گرچه هست این دم بر تو نیمه شب، نزد من نزدیک شد صبح طرف. هر شکستی نزد من پیروز شد، هر شکستی نزد من پیروز شد، جمله شبها پیش چشمم روز شد. پیش تو آن سنگ ریزه ساکت است، پیش احمد بس فصیح و قانت است. پیش تو استون مسجد مرده ایست، پیش احمد عاشقی دل برده ایست. جمله اجزای جهان پیش عوام مرده و پیش خدا دانا و راه. جوابی که این آقای سحوری زن داره به این منتقد خودش میده خیلی فراتر از سؤاله، beyond the question داره جواب میده. میگه که اگر به اصطلاح الان برای تو نیمه شبه، برای من صبح طرف. یعنی ببین سحوری زن اصلا توی وادی دیگه ایه، توی مختصات دیگه ای داره سیر میکنه، در مختصات منتقد نیست، در مختصات شب و نیمه شب و سحر و این حرفا نیست. دیگه اگر الان برای تو نیمه شبه، برای من صبح طربه، صبح شادیه. یک. دو، برای من هر شکستی پیروزیه، پیش من شبها روزه، پیش تو آن سنگ ریزه ساکت است. این اشاره به یه حدیث زمان حضرت پیامبره. میدونید که یکی از دشمنان بزرگ حضرت پیامبر کی بود؟ ابو جهل بود که عموی پیامبر، ابو سفیان بود، ابو جهل بود، ابو لهب بود و دیگر، یکیشون ابو جهل. ابو جهل از اون آدم بود که خیلی منتقد بود، آدم بددهن و چیزی هم بود، مرتب فوش میداد. ابو سفیان فوش نمیداد، آدم متین و سنگینی بود ولی توطئه‌گر بود و طراح و نقشه چین و سازمان ده بود. ابو جهل نه، آدم به قول معروف چی میگن، یاوه‌گویی بود. حالا دیگه من بازش بود، آدم یاوه‌گویی. یه دفعه میاد حضرت پیامبر، میاد یه مش سنگ دستش
قایم میکنه ابو جهل، میاد سر راه پیامبر قرار میگیره، میاد میگه که هی محمد، بله تو که هی میگی من پیغمبرم و پیغمبرم، اگه گفتی تو دست من چیه؟ تو که اینقدر مثلا ادعاش میشه. حضرت پیامبر فرمود که ابو جهل، میخوای به اون سنگریزه هایی که توی دستت هستن بگم که به صلاح پیامبری من شهادت بدن؟ این یهو یکه خود این سنگو که توی دستش بود فوری پرت کرد رو زمین، گفتش که عجب جادوگری هستی تو، فرار کرد رفت. برای چی؟ برای که اساسا نمیخواست که حتی این معجزه رو ببینه، میدونی؟ نمیخواست که ببینه، نمیخواست که بپذیره. خب بی خود نبود که بهش گفتن ابو جهل. خب بعد میگه پیش احمد، میگه اون سنگریزه ها خب برای پیش تو ساکت هستن، ولی برای پیامبر اونا فصیح و سخنگو هستن. پیش تو استور مسجد مرده ایست، پیش احمد عاشق یا عاشقی دل برده ایست. ببینید اون داستان به اصطلاح ستون مسجد پیامبره که قبل از اینکه برای حضرت پیامبر منبر درست کنن، حضرت پیامبر میرفتن به اون درخت نخلی بود، تنه یک درخت نخلی بود که خشک شده بود، گذاشته بود از ستون که اون به اصطلاح چادر و پارچه ها اومده روی این خیمه، به اصطلاح اون محلی بود که سایبان به اصطلاح مسجد رو تعمیر می‌کرد. حضرت پیامبر میرفتن به اون تکیه میدادن، برای مردم صحبت میکردن. میگن وقتی که منبر درست شد و پیامبر دیگه میرفت روی منبر مینشست، این درخت جرق جرق صدا میداد، مردم میگفتن که از فراق پیامبر گریه میکنه که چرا دیگه به من مثلا پیش من نمیاد یا به من تکیه نمیکنه. اون شعر معروف برخاست فغان آخر از استون هندانه، شمس الحق تبریزی از خلق چه بگریزی، اکنون که درف گندی صد فتنه فتانه، اشاره به همین ستون هندانه همون اینه. میگه پیش احمد، میگه بنابراین پیش تو استون مسجد مرده ایست، پیش احمد عاشقی دل برده ایست. جمله اجزای جان پیش عوام مرده و پیش خدا دانا و رام. اجزای جهان یعنی تمام مولکول های تشکیل دهنده هستی دیگه. حالا این از آب و خاک و گل و سنگ بگیر و پرنده و انسان و قسم که اگر حتی جامدات رو هم لحاظ کنی پیش تو مردن، ولی برای خداوند اینا دانا و رام و سخنگو هستن. خب ادامهش میگه بانچه گفتی که در این قصر و سرا نیست کس، چون میزنی این تبر را بهر حق این خلق زرها میدهند، صد اساس خیر و مسجد میدهند، مال و تن در راه حج بوده است، خوش همی بازند چون عشاق مرس، هیچ میگویند کان خانه توییست، این سخن کی گوید آن کش آگهیست، پر همی بی نسرای دوست را، آن که از نور اله هستش زیا. دقت کن ببین جوابایی که این سحوری زن داره به اون کسی که منتقدشه و بهش میگه که تو چرا داری مثل خونه خالی اونم نیمه شب میزنی، اصلا جواباش 180 درجه بالاتر از یا فراتر از سواله. برمیگرده میگه که راجع به این که گفتی توی قصر و در این ساختمان هیچ کس نیست چرا داری سواری میزنی، من یه سوال از تو میکنم. بعد حسابی تو نمیبینی که هر ساله هزاران تن میلیون ها تن الان دیگه بنامشن میرن حج و پول نمیدونم سرمایه عمر جون خستگی همه چی رو به سلام نثار میکنن که برن به حج، یکیشون نمیگه که ای آقا ما اومدیم حج به خانه خدا، پس خدا کو؟ ما اومدیم کی رو ببینیم؟ خدایی در اینجا وجود داره؟ چرا اینا این سال رو نمی کنن؟ میدونی چرا نمی کنن؟ به خاطر این که پر همی بیند سرای دوست را، آن که از نور اله هستش زیا. دیگه چشم کسانی که عاشق هستن چون از نور الهی پر است، خانه خدا را هم پر می‌بینن، خانه خدا را هم مملو و از خدا می‌بینن. به همین دلیل هستش که هر ساله هزاران نفر یا میلیون‌ها نفر انسان در طول سال حج عمره میرن، حج تمتع هم که دیگه
جایگاه خودش رو. بس سرای پر ز جمع و انبوهی پیش چشم عاقبت بینان توهی. میگه حالا درست عکسش هم هست که بسیار عجاب است که مملو و از جمعیت اما پیش چشم عاقبت بینان توهی. یعنی این جمعیت ظاهرا جمعیته ولی جمعیتی که ارزشی نیست. از چشم انسان‌های عاقبت اندیش، اونهایی که نور ضیای حق در چشم اونها، این توهیه. اما او خانه توهی رو پر می‌کنه. هیچ میگویند که لبیک ها بی ندایی میکنیم آخر چرا، بلکه توفیقی که لبیک آورد هست هر لحظه ندایی از احد. من به بود دانم که این قصر و سرا بزم جان افتاد و خاکش کیمیا. این در این بازار گرم بی نظیر کهنه ها بفروش و ملک نو بگیر. بر تو را شکی و ریبی رهزند، تاجران انبیا را کن سند. بس که افزون بس که افزود آن شهنشه بختشان، می نتاند که کشیدن رختشان. خب دقت کنید، خیلی قشنگ دیگه که سوال بعدی، این همه زوار که میرن حج در طول سال، واقعا میلیون ها انسان میرن حج، جایتون باشه حج تمتع، حالا جایگاه خودش تعداد محدودی در یه پریود زمانی خاص میتونن برن، ولی حج عمره رو که در طول سال واقعا دارن میرن خانه خدا زیارت و میلیون ها نفر آدم از سرسر جهان این کار رو دارن انجام. میگه که اینا هی میرن میگن لبیک لبیک اللهم لبیک، میدونی میگه شعارشون اینه دیگه. یعنی چی؟ یعنی خدایا تو ما رو دعوت کردی، ما هم پذیرفتیم و آمدیم. میگه که اینا هی میگن ما پذیرفتیم ما پذیرفتیم، آخه کی صداشون کرده؟ کدوم صدا اومده که اینا میگن ما پذیرفتیم؟ اما گوش جانشان آن دعوت را از خداوند شنیده و اینها دارن میگن لبیک خدایا ما ندای دعوت تو را پذیرفتیم و آمدیم برای دیدار تو. و این توفیق، توفیقی که شامل حالشون شده، صدای به اصطلاح دعوت رو در گوش جان اونها ندا میکنه. میگه من حالا من به بوی به بو من به بوی دا من به بو دانم که این قصر سرا بسم جان افتاد و خاکش کیمیا. آقای به اصطلاح سحوریزن داره به این منتقد خودش میگه، میگه من بوی عشق را از این صحن و سرا دارم میشنوم. نیاز نیست که ببینم چیزی رو یا به اصطلاح کسی رو رؤیت بکنم، بوی عشق را از این صحن و سرا به مشام من میرسه و میدونم که خاک اینجا کیمیاست. این در این بازار گرم بی نظیر کهنه ها بفروش و ملک نو بگیر. بر تو را شکی و ریبی رهزند، تاجران انبیا را کن سند. دیگه که این دنیا دنیایی است که بازاری است، بازاری که ما باید کهنه ها را درش بفروشیم و عقاید نو، معرفت های نو، آگاهی های نو، اینها را دریافت بکنیم. اگر تو شک و ریبی در دریافت حقایق جهانی هستی داری، برو و به انبیا نگاه کن که چگونه تجارت کردن در این دنیا، با جان خودشون، با مال خودشون، با زندگی خودشون تو این دنیا تجارت کردن. و بس که افزودان شهنشه بختشان، می نتواند که کشیدن رختشان. بیگه خداوند قدر به اینها که از سر صدق با خداوند روی آوردن به اصطلاح الطاف کرد و به اصطلاح افزود بر بخت آنها افزود، که این انبیا نمیتوانند رخت خودشون رو بکشن. یعنی انقدر بار محبت الهی روشون سنگینه که حتی سخت براشون که حرکت. این دیگه نمادینه دیگه، خواهد بگه که بسیار مورد لطف و عنایت خداوند قرار میگیرن به خاطر اینکه آنچه را که دارن در روح خدا هدیه میکنن. خب من امیدوار هستم که با شنیدن این داستان ها و تمثیل ها انشاءالله در درجه اول همه ما و بعد بقیه انسان های روی زمین بتوانند که در مسیر الهی
مسیر درست حرکت بنمایند به لطف و عنایت خداوند.